لیلا جان مادم خاک انداز رو بیار بر من. الان میام. زود باشی، عالمه کار دارم. بینجا بینم. این دیگه چیه؟ ها؟ تو داشتی میرفتی که کفش باد بود. ببینم نکنه بازم دادیشون به کسی. دختر معصوم تا شب جون میکنم، یه قرونو میکنم 2000 بتونم برای تو یه چیزی بخرم، اینقدر راحت میدیش به این و اون؟ دلت برای من بسوزه نه برای یکی دیگه. بگو ببینم چی کارش کردی؟ زبونت کرایه میخواد؟ دادمش به افزاره به جاش باجیکو مداد رنگی ازش گرفتم. آخه تو عقل تو کلت نیست بچه؟ آخه پول ماجیک و مداد رنگی با پول کفش یکیه؟ خب میگفتی خودم برات بخرم. یه نکن، بیبریم پسش بگیریم. نمیخواد تو برام ماجیک بگیری. خب پس کی باید بخره؟ کی باید برات ماجیک بخره؟ نمیخوام. خب اگه نمیخواستی پس برای چی برداشتی بردی با کفشات تاخت زدی؟ نمیخواد تو از برام ماجیک بگیری. مادر جون درست با من حرف بزن، من بفهمم تو چه طاقه. تو چرا گوشت نمیخوری؟ همه گوشت داری میرسی تو بازخواب من. نه قربونت برم مادر، خب دکتر بهم گفته برات ضرر داره. نه خب چرا خونه امیرعلی اینا میخوری؟ خب بنگ اونجا مهمونیه، حواسم نیست ناپرهیزی میکنم. دروغ نگو. دروغم چیه ماما؟ من خودم دیدم داشتی بشقابم رو تمیز میکردی، گوشتا رو خوردی. خب دلم نیومد بریزم دور، دیدم حیفه. قربونت برم دختر مهربون من. خواهشو بریم کفشاتو پس بگیریم بیایم. خب بعد از اونم میریم خودم برات ماژیک میکرم. باشه باشه. بفرمایی نوش جونتو. دست درد نکنه اسمت درد نکنه. من جوجه کباب میخوام. ماما خودت گفتی کباب برگ میخوام. جوجه کباب میخوام. ای بابا چیه؟ ای چقدر قرمزه. خب من بعد سفارش میدیم گاو و گوسفندا رو برای شما رنگ آبی بزنن، خوبه؟ اسمت چند بار گفتم سر به سر این بچه نذار. خب خانم کفران نعمت میکنه، هر غذایی رو میذاریم جلوش یه ایرادی میگیره. تو چیکار داری؟ امیرعلی آدم با بزرگتر خودش اینطوری حرف نمیزنه. غذا تو بخور بهونه هم نگیر. نمیخورم. بچه‌م اینقدر خاک شیر مزاج؟ امیرعلی غذا تو بخور. اصلا حالا که اینجوری شد من پیتزا میخوام. ای بابا ولش کن ماما، گشنش باشه خودش میاد میخوره. بفهمین بکشه سرد میشه. یادش بخیر. امیرعلی بچم هر چی میذاشتی جلوش میخورد، صداش هم در نمیومد. عزیزم رختارو رو بندازم تو ماشین، بعد دوچرخه‌تو بردو ببریم تو کوچه تمرین. بابا خودش بیاد به هم یاد میده. حالا تو بیا بریم تو کوچه یه دور سوار شو. مامان نمیخوای یه زنگی به بابا بزنی؟ ای کلک، میخوای ببینی کفشاتو گرفته یا نه؟ نه همینجوری میخواستم باش حرف بزنم، یه دلم براش تنگ شد. مامان جون تازه باش حرف زدیم که اون کار داره، نمیشه دم به ساعت بهش زنگ بزنی. حالا واسه چی انقدر سگرما تو همه؟ واسه غزل ناراحتم. مگه چی شده؟ آخه گفته بهش کی نگم. خب پس نگو. مامان باباش دارن طلاق میگیرن. آخه خیلی اتفاق بدیه که زندگی دیگه کارش نمیشه کرد. یه وقتایی میشه اینطوری. آخه گناه غزل چیه؟ چرا باید یکیشون رو انتخاب کنه؟ آدم مگه میتونه بین مامان باباش یکی رو انتخاب کنه؟ من بابا رو انتخاب میکنم. ای بدجنس. ببین مامان جان، یه وقتای آدم لازمه تو زندگیش پا رو دلش بذاره و یه واقعیتهایی رو بپذیره، مثل آدم که پاش قطع شده. خب ببینین آدم دو تا راه پیش روش هست، یا تا آخر عمرش با این ماتم زندگی کنه، یا اینکه راهی که قطع میکنن دیگه نیست.
ولی اینکه مامان بابات باشن ولی نبینیشون یا کم ببینیشون خیلی فرق داره، اصلا یه مسئله دیگه است. به نظرم اونایی که بچه دارن و طلاق میگیرن خیلی خودخواه. اینجوری نگو عزیزم، ما که نمیدونیم اونا چه اتفاقی بینشون افتاده. اصلا هرچی، باید اول مشکلشون رو حل میکردن بعد بچه دار میشدن. تو کیه اینقدر بزرگ شدی؟ شما که هنوز آماده نیستین. چرا؟ شما چند دقیقه تشریف ببرین تو لابی منتظر بمونیم میام خدمت. به نظرم یه قرص آرام بخش بخوریم، با این حال روزی که شما دارید به همون شک میکنن. من یه قراره بانک بزنیم. حالا خیلی هم فرقی نداره. گوشیتون هم خاموش کنید. پس چرا هنوز چمدونتون رو جمع نکردید؟ میخواید بیام کمکتون؟ فقط چند دقیقه به مهلت بدیم باشه؟ باشه، پس من میرم تو لابی منتظرتون میمونم. الو، سلام ساده، خوبی؟ سلام، خوبم، تو چطوری؟ خوبم، ممنون. صادق میگم تو از صبح از جاوید خبر داری؟ نه، چطور؟ هیچوقت از صبح تا حالا هرچی زنگ میزنم گوشیش خاموشه. حتما بیرون شارژش تموم شده. یعنی تمام روز شارژ نداشته؟ بذار نفس بکشه، شارژ خواهر من. نمیدونم چرا یهو نگران شدم. خب چرا به هتل زنگ نزدی؟ راست میگی، اصلا حواسم نبود شماره اونجا رو بگیرم. خیلی خب نگران نباش، من زنگ میزنم به هتلش میگم با تماس بگیره. باشه، ممنون. کاری داشتی بیان زنگ بزن دیگه. قربونت برم، میگم با تماس بگیر. خداحافظ. خداحافظ. چی شده؟ سمیه است دیگه، از جاوید خبر نداره، نگران شده. الان دیگه باید هتل باشه. خودم باش تماس میگیرم. انگار اینا وقتی از هم دورن قدر همو بیشتر میدونه. آقا جاوید که یه جا بند نمیشه. بعید میتونم الان هتل باشه. با اجازهتون من برم بالا یه سر به امیرعلی بزنم ببینم مشقاشو نوشته یا نه. جلو خودت نوش که، یادت رفته؟ آخ راست میگین، اصلا حواسم نبود، ببخشید. Can I talk to Mr. Sanay, please? What? Check out? Which hotel? Okay, thank you very much. Bye-bye. Hotel شو عوض کرده.
نگرانی نداره مادر جون. تو جاویدو نمیشناسی؟ ندیده عید از در و دیوار هتل ایراد گرفت و بعد هتل عوض کنی؟ با یه ماه پیش همون هتل بود، کلی هم ازش تعریف کرد. خب نمیدونم، شد هم با شما باشه. بگیر. صادق جان، یعنی کجا رفته؟ چی شده؟ لابد هتلش خوب نبود، هتلش عوض کرده. آخه مگه این همون هتلی نیست که اون دفعه هم رفت انقدرم تعریف کرد؟ لابد اتاقش خوب نبوده، درست درمون نبوده. سمیه جان، جاوید بچه که نیست گم بشه. الان هم کار داره، حتما خودش تماس میگیره. آره خب این هم هست، راست میگی. ببخشید و مزاحم تو هم شدم. فریبا چطوره؟ خوبه، اونم یکی مثل تو. سه روز قرار بره بیمارستان بخوابه، بنزی 30 روز داره غذا تدارک میبینه. امان از دلنگرانی شما خانوما. امان از دست بیخیالی های شما مردا. خیلی خدافز. شما یه خانوم گوشه نشینی دیگه بس. من واقعا شما مردا رو نمیفهمم. اون موقع که سر کار میرفتم هی بهم گفتی بشین تو خونه، حال که تو خونه هم هی میگی برو سر کار. موقع فرق داشت، بچه هنوز بزرگ نشده بودن. من فقط هفته چند ساعت دارم میرم سر میزنم به خانواده زندانیا، تو صدا در میاد. حالا میگی برو سر کار؟ سمیه جان، تو همیشه دوست داشتی مستقل باشی. دلم نمیخواد فکر کنی من سد راهتم. سد راه هم باشیم خیلی بهتر از اینه که راهمون از هم جدا باشه. ظرفا رو شستم مامان. دست درد نکنه. منم برم یه کیک درست کنم. آخ جون، کیک، کیک، کیک. آخه این وقت شب کیک؟ حوصله‌ام سر میره، میخوام یکم سرگرم شم. قوانین راهنمایی عوض نشدن ها. ظاهرا شما کلا دنیا رو به قبل و بعد زندان من تقسیم کردی دیگه. وقتی دنیا رو سرت خراب شه حتما به قبل و بعدش فکر کن. بی خودی دور بر نداره بر من. پیش صادق و مامانت جوابتو ندادم که زایه نشی. با همینم جواب چرت و پرتتو ندادم. جوابی نداشتی که بدی. من دارم فکر کنم میفهمم برای چی ازم جدا نشدی. آره خواستی همش جلو چشت باشم، دائم اشتباهم رو به هم یادآوری کنی، شکنجم کنی که اینجوری دلت خنک شه. واقعا برات متاسفم، واقعا. تو هنوز خودتو مرکز دنیا میدونی. من اگه ازت جدا نشدم فقط به خاطر بچه ها. بی خودی پشت بچه ها قایم نشو برای من. تو بی خودی پشت دروغات قایم نشو. شما یه دست از سرم بردار. دیوونم کردی، روانیم کردی. برو پیش یه روان پزشک، قرص بخور، یه غلطی بکن. من دیگه تحملتو ندارم، دیگه تحمل نگاهتو، مترکاتو، حرفاتو ندارم. یه چوری با من رفتار میکنه انگار من برده زرخریدشم و قراره به من لطف کنه، حکم آزادی با امضا کنه. اگه به خاطر بچه ها نبود یه ثانیه هم تحملت نمیکردم. من آینه دقت شدم برای اینکه مثل تو نتونستم گذشته رو فراموش کنم. جاوید من هر وقت رامین رو نگاه کنم یاد اون بچت میافتم که اگه نمارده بود الان همسن رامین بود. تا دیروز خون شراره تشنه بود الان داره اعضای بچهش رو میگیره برای من. تو فقط حرف اینا رو میزنی من رو اذیت کنی که من دیگه نمیزنم. من دیگه نمیزنم شما اگه اینو بفهم. من دیگه نمیزنم. مطمئن باش من به خاطر بچه هاست که طلاقت ندادم. بسه یه خود بزرگ شم. تو دیگه رنگ منم نمیبینی. برو یه بدبخت تو سری خوره دیگه پیدا کن، یه خودتو بزن تو سر اون. عقده های خودتو اینجوری خالی کن. بفهم شما اگه من دیگه اون جاوید قبلی نیستم. جاوید قبلی مرد، مرد.
جناب سامری اجازه است بشینه؟ بفهم. برای پولا داشتین نقشه میکشیدین؟ گیجم گمم. حق دارید، منم اگه اون همه صفر صف میگشید تو حسابم گیج میشدم، اما گل کاشتین. راستشو بخواید یه کمی نگران بودم نکنه استرابتون کار دستمون بده، یه وقت بخوان چیز رو با شرکت چک کنه، اما شما انقدر با اقتدار و با ابهت و بی نقص رفتار کردین که طرف فکر کرد یه بیزنسمن میلیاردر هستین. البته درست حد زد، منتها یک ساعت بعدش شدید اون بیزنسمن میلیاردر. خب حالا میخواییم چیکار کنیم؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم، حتی نمیدونم کجا میخوام بمونم. به نظرم همون ژنو موندگار بشی، شکلاتاش حرف نداره. کی باید فرودگاه باشم؟ دو سه ساعت فرصت هست. میخواید بریم یه چرخی بزنیم؟ حالا حوصله‌شو ندارم. هر کسی جای شما بود الان یه جشن حسابی گرفته بود. برای به دست آوردن این همه پول آدم باید دوبار به دنیا بیاد. مادرم همیشه میگفت آرزوی هر چیزی قشنگ‌تر از خودشه. انگار بیرانه میگفت. میتونم درکتون کنم، درست مثل یه آدمی که نشسته تو خونش به فکر پول اجاره خونه، پول آب و برق و گاز و تلفن و هزار تا بدبختی دیگه‌شه. یهو بهش خبر میدن یه جایزه چند ده میلیاردی برده. میدونین چرا آدم ها کپ میکنن؟ واسه اینکه از زندگی بیشتر از مرگ میترسن. زندگی کردن جربازه میخواد. که ظاهران شما خیلی جربازه شو داشتین. من از اول اینجوری نبودم. منم مثل خیلی از آدمای دیگه معتاد بدبختیام بودم. کار راحتیه، میتونی همه بدبختی و مصیبتهای خودتو بندازی گردن هر کسی الا خودت. ترک بدبختی خیلی سخت‌تر از ترک اعتیاد به هروئینه. زندگی کن آقای سنه، زندگی کن همون جوری که همیشه آرزوشو داشتی. جانم سلام. خب که چی؟ اصلا اسم شرکت یادشون رفته دیگه. تماس گرفتی باشون؟ خانم رافعی در جریانن؟ یه دقیقه گوشی بدین خانم رافعی. سلام زنده داش. چی میگه این خانم احمدی؟ یعنی چی؟ ما که همین مدارکو فرستادیم، پولش هم واریز کردیم. مگه میشه؟ ولی چرا هول کردین؟ حتما اشتباهی شده تصحیحش میکنه. من که الان نمیتونم بیان، دارم میرم دانشگاه. باشه چش، خدا میرسوزم. باشه باشه، خدا حافظش. آقای متولی سلام عرض شد. شهرابی هستم، خوب هستید شما؟ نه نه امروز نمیرسم بیام دانشگاه، یه کاری برام پیش اومده. بله ببخشید منو، هر جور که صلاح بدارید. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. من مقدرت شما. خدا نگهت باید.
سلام فریبا جان، خوبی؟ من نمیرسم برم دنبال پیمان، نه دانشگاه نمیرم، میرم شرکت. حالا یه کاری پیش اومده بعدم بهتون میگم. باش باش، یه ماشین بگیر برو دنبالش، سر وقت بری و بچه نمونه. باش باش. خواستم ببینم چند تا شرکت به مزایده امروز اضافه شده. یه مرتبه متوجه شدم که صدری چند بار اینا رو میگی؟ این ممکنه مال زمانی باشه که ما هنوز تو مزایده شرکت نکرده بودیم. آقای دکتر تاریخو دیدین که مال امروز؟ خب میگم دیگه، اشتباه تایپی شده، حتما اسم ما رو از قلم انداختن، ولی اگه چیزی بود که جاوید حتما به ما میگفت. خانم محمدی، خانم محمدی، چی شد عزیز من؟ هر چی باشون تماس میگیرم گوشیشون خاموشه. برو دوباره زنگ بزن، برو زود باش. شماره هتل جدیدش هم نداریم. زنگ بزن خانم نوابی بیاد شرکت این اشتباهش رو تصحیح کنه. بجون زنجیر. بله خوشش. چیه زنده داشت؟ من؟ چی بگم والا؟ لابد اشتباه شده دیگه. خدا رو شکر کار ما هم داره رونق میگیره. این روزا دیگه همه میخوان هم مجالس عروسیشون و تولدشون فیلم برداری بکنن. یه چیز جالب برای تعریف کنم. چند وقت پیش با سعید رفته بودیم یه عروسی توی روستا. انقدر ذوق داشتم گفتم الان میرم کلی لباس سنتی و رنگ میبینم. اما به نظر چی دیدم؟ نه خبری از رنگ بود نه لباس سنتی. یه نفرم اون وسط فیلم برداری میکرد، همش احساس میکردم تو شهرم نه تو روستا. سعید میگم تو نمیخوای بری یه سر به روستاتون بزنی و فامیلاتو ببینی؟ کدوم فامیل؟ یه آقام بود که چشم برام بود، اونم که دیگه نیست. شاید یه سبرم بوشهر. بوشهر برای چی؟ گفتم که وقتی بهم گفتم بچم مرده فراری بودم، یا شرایط یه جوری شد که مجبور شدم با هاشم شبونه بیام تهران. میخوام برم پرسجو کنم. میخوام مطمئن بشم که بچم. اگه هنوز امیدی داری باید بری. میگم من یه جوری زندگی نکردم بتونم پشت صندلی بنشم. میخوام عکاسی فیلم برداری یاد بگیرم. چه بهتر. میگم آقای قاسم همه فوت و فنا رو یادت بده. یه چیز دیگه هم بگم، بذار سعید کاری که دوست داره رو انجام بده. اگه از راهش نره به بیراهه میره. یه چیزایی که حسرت میشه یه جایی بد جوری یقه آدم ها میگیره. این حرف از من قبول کن. باشه. بیست و زیشه؟ واقعاً هبون زی اونس نیشی فومیت؟ آها. یا، اشتیم. کنون زی اونس دی دوکومنت فاکسن؟ دنکشون، اف بیدرسن. چی گفت؟ گفتن که آی سنوی خودشون از مزاید انصراف دادن.
چرت میگن دوباره بگیرشون. آیه دکتر گفتن آیه سنای پولا رو پس گرفتن، الان فکس مدارکشون هم میفرستن. یعنی چی؟ چرا به ما نگفتن؟ چرا جاوید چیزی به ما نگفت؟ برای چی جاوید این کارو کرد؟ اونا باید به ما خبر میدادن. گفتن آقای سنایی نماینده تامل اختیار شرکت بودن، پس نیازی به این کار نبوده. چرا من نگاه میکنیم؟ بری سر کاراتون. مشکلی پیش اومده، حتما دلیلی داشته که آقا جاوید که تلفنشو خاموش کنه، دلیلی داشته که به ما چیزی نگه، دلیلی داشته که مزایده رو به هم بزنه. چه دلیلی داشته؟ نیکپی هم خاموشه. خانم محمدی، بگن ببین شماره خانم نیکپی بغیر از گوشی شماره داریم ازش یا نه؟ باش. آقای دکتر، این شماره شرکت خودم زنگ می‌زنم، بفهم سر کارتون. الو، سلام علیکم. خسته نباشید. نشونم میتونم با خانم نیکپی صحبت کنم؟ تلفنی، آدرسی، چیزی از ایشون ندارین؟ یعنی چی؟ من کار واجب دارم باشون. خیلی ممنون، متشکرم. چی شد؟ نه تلفنی، نه آدرسی، گوشش هم که خاموشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از شنبه هفته پیشم غیبش زده، نرفته سر کار. کجا؟ کجا رفته؟ این معنی چیه؟ به خدا این آقای مجمنه بیچاره کرده، ماشین هی بذارم تو پارکینگ، بذارم تو الانم گوشت جلو ماشین شما رفته. ای بابا چیکار کنم؟ صحبتی باش با ماشین من بریم. باش حالا باشه بعدا. باش چاره نیست که بدم یا نه. رنگمون کرد مار خوش خط و خال، رنگمون کرد انقدر وایساد و صبر کرد تا یه جا زهرشو بریزه. بفرمایید. چیزی نمیگه. چی بگم آقا صادق؟ من اصلا باورم نمیشه. بله شما حرفتو زدی، من بیشعور نفهمیدم. بعد ملاقاتت با جاوید تو زندان به من گفتید آقا صادق اینو زندان آدمش نمیکنه ها. من حرف شما رو نفهمیدم، من بیشعور، من احمق باز بهش اعتماد کردم. آبرو حیثیت ما رفت. آبرو شما برای چی بره؟ ببخشید این پول از کجا اومده؟ من وام گرفتم، وام گرفتم اوضاع شرکت رو سر سامون بدم. حالا چجوری پسش بدم؟ سند خونه آقا جون رو گرو گذاشتم. یه آدم هم به خاطر پول زن بچه‌ش رو ول میکنه. اون طفل معصومیه چه گناه کردن؟
سلام. مهمون داری من مثل شوهر داریم. نگاهی چی تعارفتو نکردم. سمیه خوبی؟ آره خوبم. باید خوب باشم. کلی کار دارم. باید خودم دوچرخه سواری یاد رامین بدم. شوهرداری که نمیتونم یاد رها بدم. آدم رفوزه که نمیتونه معلم یکی دیگه باشه. تو چرا خودتو سرزنش میکنی؟ یه مسئله کاری بود، من و مینو خانم نباید بهش اعتماد میکردیم. بله. قبلا خوشو به ما نشون داده بود دیگه، غیر از اینه؟ بله. بفرمایین آقا صادق. خیلی خوشمزه است. جاوید از آلمان آورده. تو این سفر آخرش که رفت و برگشت. خیلی ممنون. زندگی دیگه. مال هر کی یه جوری میگذره. مال منم اینطوریه. تا آخر عمرم میشه یه عذرخواهی دور و دراز از شماها. بابت اینکه چرا پای جاوید تو این زندگی و خانواده باز کردم. سمیه تو رو خدا اینجوری نگو. گناه هر کی پای خودش می‌نویسن. چند وقت پیش یه گربه ولگردی اومد تو خونمون جاگیر شد. بچه‌ها اسمشو گذاشتن تیمور. یه روز یادم رفت در حیاطو ببندم. تیمور رفت. برای همیشه رفت. بچه ها خیلی دعوا کردن. گفتن چرا در رو نبستی؟ گفتم مادر تیمور ولگرد بود، دیر یا زود میرم. گفتم نه. آخه اینا که اینجوری به گربه ولگرد دل میبندن چجوری از باباشون دل بکنن؟ گریه کن سمیه، گریه کن تا خالی شی. من خیلی وقت خالیم، از همه چی خالیم. تو زن قوی هستی سمیه، من مطمئنم از پسش برمیای. بچه ها چی؟ چطوری بهشون بگم؟ دق میکنم. پس امیرعلی چی که حتی یه لحظه هم طعم پدر رو نچشیده؟ به مردن راحت میشه عادت کرد، ولی به نامردی نمیشه. نمیشه. بیفته به حلقش دیگه، بهش نگی عمو. چرا؟ چه سوال میکنی دختر؟ دیدی خونه خراب شدی؟ حالا تو راجب خونه چیزی به خانم نکن. نه با چی بگم الان تو این مصیبت؟ مامان خاله اسمت چرا حالش بد بود؟ هم به چرا خوردی تو؟ اما باش بریم تو آشپزخونه.
من این خونه رو میفروشم. چی میگه مادر جان؟ من خودم اشتباه کردم، باید تاوانشو بدم. صادق از کجا؟ مگه یک قرون دوزاره؟ تو سمیم خونتون رو بفروشین باز کلی کسری داریم. میگم من حاضرم که سرمایه شرکت رو... اصلا اون شرکت هیچ وقت نباید درش بسته بشه، اون تنها آیدی مونه. هر چی میخواد بشه بشه، ولی من نمیذارم شما اینجا رو بفروشین. این خونه مال منه، هر کاری هم که صلاح باشه میکنم. باشه، ولی من وام گرفتم، خودم باید پسش بدم. صادق فقط حرف تو نیست، حرف آبروی باباته. نمیتونم خونشو نگه دارم آبروشو به باد بدم. هنوز اسم بهمن روی اون شرکت هست، همه به اسم بهمن اونجا رو میشناسن. من که نمیتونم بذارم شما تو این سن. صادق من و بابات از اول تو پرقو نبودیم. ما زندگیمون از یه زیرزمین 30-40 متری شروع کردیم. من به سختی عادت دارم، شما باید عادت کن. خودت به آدم ها فرصت بده. ببخشید.